بهترین ها سلام. اگر دوست دارید بدونید چجوری میشه یه خورش کفس خوشمزه و جا افتاده درست کرد، در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. اگر اولین بار هست به کانال یوتیوب ما سر میزنی، اسم من آزاده است و تو این کانال کلی غذاها و دسرای ایرانی و خوشمزه درست میکنیم. حتما کانال سابسکرایب کن، دکمه زنگ رو بزن تا ویدیو جدید برای شما خوبان اطلاع رسانی بشه. بریم ببینیم برای این خورشت کرفس خوشمزه به چیا احتیاج داریم. برای 4 نفر احتیاج داریم به 1 ساقه کرفس. کرفس رو ساقش رو خورد کردیم و برگ ها رو هم جدا کردیم. برگ های ساقه کرفس رو خورد کردیم. سبزی 400 گرم شامل 1 واحد نعنا و 3 واحد جعفری که اونم شستیم و خورد کردیم. گوشت خورشتی 400 گرم، میتونید از گوشت گوسفندی یا گوساله استفاده کنید. همچنین میتونید از سینه یا رون مرغ هم استفاده کنید. 4 پیمانه برنج، 1 عدد پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم، آب لیمو، روغن هم به میزان لازم. همچنین میتونید از 1 قاشق غذاخوری رب هم توی این خورشت استفاده کنید. دلیل اینکه این رب رو اضافه میکنیم این هستش که کمک میکنه که غذای ما جا بیفته و خیلی خوشرنگتر و خوشلابتر بشه. رب اختیاری هست، اگر که دوست داشتید میتونید حذف کنید. پیاز رو نگینی خورد میکنیم. کف قابلمه روغن میریزیم. پیاز که ساتوری کردیم رو سرخ میکنیم. بعد از چند دقیقه که با حرارت متوسط پیاز رو تفت دادیم، رنگ پیاز تغییر کرد و پیاز سبک شد. حالا گوشت رو می‌ریزیم و تفت می‌دیم. گوشت‌ها رو تا جایی تفت می‌دیم که رنگش یکم عوض بشه. بعد 2-3 دقیقه رنگ گوشت تغییر کرد. زردچوبه و فلفل رو اضافه میکنیم. نمک رو تو این قسمت اضافه نمیکنیم چون گوشت رو سفت میکنه. سبزی نعنا و جعفری رو هم اضافه میکنیم و تفت میدیم. ما نمیخوایم که سبزی سیاه بشه، پس تفت میدیم تا یکم رنگش تغییر کنه و بعد دیگه کافیه. دوستای گلم توجه داشته باشید که بعضیا فقط سبزی نعنا جعفری تو خورش کرفس میریزن و دیگه سبزی خود ساقه کرفس رو نمیریزن، ولی من این سبزی رو هم میریزم چون طعم خورش رو خوشمزه میکنه و خیلی خوبه. یه 3-4 دقیقه تفت خور که کرفس‌ها رو هم می‌ریزم. توی مرحله اگر که دوست داشته باشید می‌تونید 1 قاشق رب رو هم اضافه کنید. من توصیه‌ام اینه که این کار رو انجام بدید برای اینکه غذا رو خیلی خوشرنگ و لعاب می‌کنه، ولی اگر که شما نمی‌پسندید می‌تونید رب رو نزنید و حذف کنید. الان
دو لیتر آب رو به قابلمه اضافه میکنم و اجازه میدم که به مدت 2 ساعت خورش ما بپزه و جا بیفته. اگر که از گوشت مرغ استفاده میکنید قطعا این زمان کمتر خواهد بود. توجه داشته باشید که 1 ربع آخر کار نمک رو اضافه میکنم. خورش رو میچشم و هر میزانی که لازم بود آب لیمو اضافه میکنم. میتونید جایگزین آب لیمو از آب غوره و یا لیمو امانی هم استفاده کنید. یه چند تا قل که زد زیر شعله رو کم میکنم، در قابلمه رو میگذارم که خورش هم بپزه و هم جا بیفته. یک ساعت و نیم از زمانی که ما خورش رو بار گذاشتیم میگذره. نمک و آب لیمو رو اضافه میکنیم. نمک رو اضافه میکنم، میچشم و مقداری که نیاز بود آب لیمو میزنم. خب خورش رو میچشم، به نظر من که ترشیش خوبه. من اندازه یک قاشق دو قاشق غذاخوری آب لیمو میریزم، ولی اگه شما احساس کردید که بیشتر نیازه حتما بیشتر بزنید. اجازه میدم 1 ربع دیگه هم بمونه و بعد خورش آماده است. بعد از 1 ربع که نمک و آب لیمو رو اضافه کردیم، خورش پخته کامل جا افتاده، میریم که سروش کنیم. توی یک قابلمه آب رو به جوش میاریم. برنج رو از 2 ساعت قبل با 2 قاشق غذاخوری نمک و آب خیس کردیم. الان می‌ریزیم داخل آب جوش. بعد از 7-8 دقیقه مغز برنج رو تست می‌کنیم. اگر که پخته بود از روی حرارت برمی‌داریم و آب کش می‌کنیم. وقتی زیر انگوشتون برنج رو نصف می‌کنید و تست می‌کنید می‌بینید که مغز برنج کامل پخته. برنج رو آب کش می‌کنیم. کف قابلمه روغن می‌ریزیم. یکم که روغن داغ شد برنج رو می‌ریزیم. در قابلمه رو یه پارچه به عنوان دمکنی می‌ذارم و می‌ذارم روی قابلمه. زیر برنج ما شعله متوسطه. اجازه میدم که یه چند دقیقه به این حالت بمونه و برنج دم بالا بده، یعنی بخار از سطح برنج بلند بشه. بعدش زیر شعله رو کم میکنم. برای 1 ساعت اجازه میدم که برنج دم بکشه. بعد از 1 ساعت برنج آماده است. نازنین‌ها، خورش کرفس ما آماده شد. امیدوارم که این ویدیو رو پسندیده باشید و با این رسیپی خورش کرفس خوشمزه درست کنید و با عزیزانتون نوش جان کنید. این خورش خیلی ترش و خوشمزه شد. حتما امتحانش کنید. اگر اولین بار بود به کانال یوتیوب ما سر می‌زدید، حتما کانال سابسکرایب کنید. دکمه زنگ رو بزنید تا ویدیو جدید برای شما خوبان اطلاع رسانی بشه. لینک ویدیو رو با دوستان و آشنایتون به اشتراک بگذارید و سوالات و نظراتتون رو حتما در بخش کامنت برای ما بنویسید. ممنون که اینجا هستید.